در گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم دانکرک که اکران سراسری اون از همین جمعه شروع میشه. What has happened is a colossal military disaster. فیلم دانکرک ماجرای تخلیه دانکرک در روزهای آخر تابستان 1940 در داخل و اطراف این شهر فرانسوی را تصویر می‌کند. تجربه دیدن نخستین فیلم تاریخی کارگردان کریستوفر نولن را منتقدها تجربه‌ای خفه کننده توصیف کردند، زیرا تماشاگر را در وسط جنگ در خود غرق می‌کند. دستندرکاران فیلم دانکرک از جمله هری ستایلز خواننده گروه وان دایرکشن و بازیگر فیون وایتهد برای افتتاح اکران جهانی فیلم دانکرک دوشنبه پیش همراه با کارگردان کریستوفر نولن در سینمای کوچکی در شهر ساحلی دانکرک در شمال فرانسه گرد هم آمده بودند. کارگردان کریستوفر نولن میگوید جغرافیای دانکرک یگانه است به خاطر پهنا و شکل ساحل آن و موج شکن‌ها که همچنان باقی است و در این داستان خیلی اهمیت دارد. در فیلم دانکرک بعضی از صحنه‌های تخلیه شهر به صورتی واقعی گرایانه بازسازی شدند، اما نماهای نزدیک و تدوین سینمایی به گفته یک منتقد واقعیت را به صورتی قلف شده و ملموس‌تر در می‌آورند. منتقدهای آمریکایی دانکرک را یک شاهکار سینمایی می‌دانند و بهترین فیلمی که تاکنون درباره وقایع جنگ دوم جهانی ساخته شده. There are 400,000 men trapped in one place on a beach. کریستوفر نولن می‌گوید 400,000 سرباز در ساحل دانکرک گیر کرده بودند. پشت سر آنها دریا بود و در خشکی دشمن در حال پیشروی به سوی آنها. به فاصله زمانی کوتاهی آنها یا باید تسلیم دشمن می‌شدند یا نابودی کامل و مرگ را می‌پذیرفتند. اینکه داستان به تسلیم یا نابودی نینجامید، آن را به یکی از بزرگترین داستان‌های تاریخ بشر تبدیل کرده که نولن مدت‌ها می‌خواست آن را روی فیلم بکشد. مراسم فرش قرمز شب گذشته سه شنبه شب جلوی سینمای عظیم لینکلن سکوئر روبروی مجتمع هنری مرکز لینکلن در نیویورک برای تکرار تجربه دیدن فیلم به سبک قدیم، شرکت برادران وارنر نزدیک به 100 پروژکتور قدیمی 70 میلیمتری را از انبارها به سینماهای بزرگ شهرهای مرکزی آمریکا منتقل کرده. اما روی فرش قرمز صحبت همچنان از جنگ بود. بازیگر و کارگردان برجسته انگلیسی کنت برانر میگوید نولن دنبال ترکیبی از نسل‌ها بود که نشان دهد زمان جنگ سربازان سالخورده‌تر که تجربه جنگ جهانی اول را پشت سر داشتند نسبت به سربازان جوان عاطفه پدری احساس می‌کردند. او میگوید در جنگ جهانی اول یک نسل نابود شد و نسل او نمی‌خواست که این فاجعه در جنگ دوم تکرار شود. نبرد دانکرک یک پیروزی نبود و برای بازگو کردن سرنوشت 400,000 نفر نولن روی چند سرباز خاص تمرکز می‌دهد و نشان می‌دهد که هیتلر چگونه فرصت نابود کردن تقریباً تمام ارتش انگلستان را در دانکرک از دست داد. ولی بهنام، شاید یکی دو نفر یه فیلم رو شاهکار بدونن، ولی این همه منتقد اونو شاهکار می‌دونن، حتی توی تیتر مقالات. چرا شاهکار؟ شاهکار تعدادی تکلیف منتقد و تماشاگر رو روشن میکنه که اگه اهل چنین چیزی باشه باید شاهکار رو بره ببینه. منتقد میک لاسال در سان فرانسیسکو کرونیکل میگه کافی نیست بگیم که این بهترین فیلم کریستوفر نولن هست، باید بگیم بهترین فیلم جنگی است که تاکنون ساخته شده. نکته کلیدی در مورد فیلم دانکرک این هست که ما رو وسط ماجرا پرت میکنه. هنر نولن این هست که در شرایط روحی و فکری آدم‌های قرار میده که نمی‌دونستن چه سرنوشتی در انتظار اونهاست و به اصطلاح مرگ رو جلو چشم می‌دیدن. نقشه‌ای برای خارج کردن اونها از شهر وجود نداشت و لحظه به لحظه تقلا و تلاش بود و برای همه اونها در خشکی آب یا در حال پرواز در آسمان این موضوع صدق می‌کرد. برخلاف فیلم‌های دیگه که تمرکز ما روی قهرمان هست و اگه قهرمان زنده بمونه خیال ما راحت میشه که همه چیز دیگه درست شده، این فیلم تماشاگر رو در هر صحنه و در هر مصیبت شریک می‌کنه. ولی بهنام، این توضیحات همچنان با شاهکار فاصله داره. فکر می‌کنم واژه کلیدی این فیلم که همه به کار بردن غرق شدن باشه، غرق شدن تماشاگر در فیلم که اون رو به شاهکار تبدیل کرده. و این واژه یعنی ایمرس یا فرو رفتن رو تقریبا همه منتقدها به کار بردن.
مویرا مکدونالد نوشته تماشاگر داخل فیلم گم میشه. هیچ کس بهتر از نولن که از پدر انگلیسی و مادر آمریکایی در لندن متولد شده نمیتونست داستانی از جنگ دوم رو که آمریکایی‌ها درش حضور ندارن به این صورت تعریف کنه. وقتی فرانسه سقوط کرد سال 1940 آمریکا هنوز وارد جنگ نشده بود. سربازهایی که در دانکرک گیر کرده بودن استرالیایی، فرانسوی، بلژیکی، کانادایی و بیشتر اونها انگلیسی بودن. در طول فیلم، این فیلم نفسگیر که 106 دقیقه اون کوتاه‌ترین فیلم کریستوفر نولن هست، به قول منتقد برجسته رولینگ استون مثل تیری این فیلم هست که به قلب تماشاگر شلیک میشه و توضیح داده میده که نولن همیشه تو فیلماش توانایی خودش رو در بازی با فضا و زمان در فیلمای مثل مومنتو یادگار یا در فیلم آغاز اینسپشن نشون داده، ولی کاری که تو این فیلم با فضا و زمان کرده نفس تماشاگر رو میگیره. پرش‌های خطی او در این فیلم چنان هست که تماشاگر یک واقعه از دیدهای مختلف نگاه میکنه. مایکل فیلیپس در شیکاگو تریبیون می‌نویسه که در این فیلم نولن دنبال یک واکنشی از تماشاگر هست که سینماگرها در طول تاریخ دنبالش بودن، یعنی بهت و حیرت. از دید منتقد ویلج وایس هم تمام فیلم‌های کریستوفر نولن در واقع آماده سازی و تمرین حساب میاد برای ساختن دانکرک، به شیوهی که حتی خود نولن هم بهش آگاه نیست و مثال آورده مثلا از فیلم‌های مختلف، از سرشور تاریکی برمیخیزد سومین فیلم مرد خفاشی مثال آورده که در یک فصل اون دو ضرباهنگ مختلف به طور موازی با هم ترکیب شدن که نشون میده این کارگردان چطور قادر است حتی در یه فیلم ظاهرا تجاری ابرقهرمانی مرزهای سبک در فیلم سازی رو در هم بشکنه. برایان تروید در یو اس ای تودی نوشته که نولن در این فیلم نیکی ذاتی بشریت رو جشن میگیره و در این حال نشون میده که هیچ پیروزی بدون فداکاری امکان نداره.